اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان بیننده داوران نهایت ارجمند و اشتراک کنندگان برنامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوار هستم همه شما عزیزان لباس سلامتی به تن داشته باشین و باز هم بیننده برنامه خودتان برنامه زیبای اقرا باشین دوستان عزیز قسم که شاهد هستین در مرحله نو بهترین قرار داریم امروز هم سه اشتراک کننده سه تلاوت زیبا ازشان میشنویم و داوران گرامی هم نقد و نظرهای زیبایشان را در مورد ارائه میکنند نخستین اشتراک کننده برنامه امروزی قاری صاحب ذبیح الله هستند که تلاوتشان از آیت 23 سوره اعراف آغاز میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تلاوت بود از قاری صاحب ذبیح الله نقد و نظر داوران گرامی ماشاءالله قاری صاحب ذبیح الله جان تلاوت زیبا داشتی
از نظر تجوید متاسف هستم. در این مرحله اشتباهات زیاد داشتی، خصوصا مثلا ابوای کم من الجنه، مقدار غنه به خاطر کم میشد که وار خطا بدی که نفس خلاص نشه. بالفحشا مثلا در مد متصل مقدار کم شد. خب چند مثال به طور نمونه گفتیم، اما متاسفانه مشکل تجویدی تان زیاد بود قاری شد. اگرچه به دوستای عزیز ما یک مسئله را یادآور شویم که ویژگی مسابقه است که این مسابقه همون قسم که اعلان شد در اوایل از طریق قرعه از تلاوت ها و قاری صاحب که سنشان هم خورده است و ماشاءالله از طریق قرعه جای قسم تلاوت میکنه واقعا قابل تمجید است. قاله بی تو در اینجا اه بی تو اصلا است. چرا قاله بی تو میگیم؟ حمزه را خوندی؟ حمزه وصلی است. آفرین، همزی وصلی است. جزاکم الله خیر. امروز کم وارد چیز بدن، استراب شما زیاد بود، نمیفهم چرا. به هر صورت به جای چندین جای به مورد وقف هم میکدی و ابتدای تنم ضعیف بود. و به هر صورت شما یک چیز را میپذیریم که به سن شما و ای قرعه این را قبول باید بکنیم و شاید بیننده ها و جمعی از قاری صاحبام شاید بیننده ای برنامه باشند که ماشاءالله میگیم به شما، یعنی با وصفی همین تعلیقاتی که استادای عزیز می داشته باشه، یعنی در عین حال شما ممتاز هستی و عالی هستین که یک جای من مشکله به اساس قرعه تلاوت میکنیم و هم به مدت طولانی 6 دقیقه موفق و کامگار باشین خالص، چون به اساس قرعه و از بین قرآن طبعا مشکل خود را داره و قاری. چند جای مثلا و ترحمنا ایر اظهار ناقص شد از پیشت که ای در ادا هم خلل واقع میکنه، در عدو انتهای چی نداشت و در حین و در کلمه حین که رسیدی ایجا یک بندش صوتی ایجاد شد برات. دیگه در تلاوتت کوشش کو زبیولا جان که یک نواخت نباشه تلاوتت، عدم تنوع بود در تلاوتت. به هر حال موفق باشی زبیولا جان. سپاسگزارم از استادان محترم. دوستان یک میان برنامه کوتاه داریم، برنامه ادامه داره، ما را فراموش نکنین. سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. دوستان یک اشتراک کننده تلاوت کردن، دو اشتراک کننده دیگه باقی مانده. اشتراک کننده بعدی که میاین و تلاوت میکنن قاری صاحب محمد رومل هست که تلاوتشان از آیت 7 سوره یونس آغاز میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر صدق الله العظيم. قاری صاحب محمد رومل تلاوت کردند. میشنویم که داوران گرامی چه نظریاتی دارند. قاری صاحب بسیار تلاوت زیبا. ما در اثنای تلاوت دارا یک مشوره می داشته باشند. بعضی گپ ها می باشد، تبصره ها. امروی استاد رمزی صاحب اینجا بیشتر در جریان تلاوت شما در اثنای تلاوت گفتیم که قاضی صاحب بسیار زیبا تلاوت میکنه، اما ای کاش که مشکلات تجویدی نباشه. اگرچه مشکل جدی نیست، یعنی لحن جلی نداری الحمدلله، بعضی اشتباهات خفی است که نمره کم، نمرات اگر کسر هم شود کم است. در کیفیت قلقله کوشش کو، تمتیت و شد بعضی جاهاست، یک جایی در اخفای شفاوی الیهم مکس کردی، اینجا ببخشین اظهار شفاویس اخفا کردی، الیهم اجلهم اینجا اخفا کردی، بله، در حالی که اظهار میشنه. امیدوار هستیم که به سطح بین المللی شرکت کنیم و قاری نامدار کشور ما شوی بخیر انشاءالله. قاری صاحب محمد رومل تلاوت زیبا کردین، یعنی قبول کردین این قرائی که به شما انتخاب شده بود ده همی جای، شاید یک قاری صاحبی که زیاد مشق هم داشته باشه اگر میره برش قرآ بیا و مشکل شاید تلاوت بکنه، ای که شما تلاوت خوب داشتین یک امتیاز به شما هست. موفق باشین، خوب بودی و موفق و کامگار باشی. رومل جان تلاوت عالی، زیبا تلاوت کردی، صوت بسیار زیبا، حس میشد عدم توازن بود در بعضی جای ها که بعضی جناب استاد اشاره کردن. دلای ارجون مات کردنه چند الف از همی چند حرکت است ماده طبیع؟ ماده طبیع چند حرکت؟ آه موفق باشیم. سپاسگزاریم از داوران محترم. دوستان یک میان برنامه کوتاه داریم، یک اشتراک کننده دیگه باقی مانده. دوباره خوش آمدین دوستان، ادامه برنامه هست، یک اشتراک کننده دیگه باقی مانده، او هم قاری صاحب محمد حامد کرزی هست که تلاوتشان را از آیت 46 سوره هود آغاز میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك
إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق الله العظيم سپاس از برادر گرامی ما نظریات استادان گرامی را بشنویم ماشاءالله خورسای محترم تلاوت زیبا مقدار غنه یکسان نبود غنه کم میشد از اندازه یک الف دیگه کدام ملاحظه جدی نبود لحن جلی نداشی انشالله نمره در تجوید عالیس خورسای عزیز تلاوت زیبا داشتین موفق باشین در کل کوشش کردی که مسائل وقف ابتدا را مراد بکنید در این آیت آخری شریف علیکم مدرارا باز وقت خیر است اگر وقت هم یک پنج ثانیه تیر می شد من فکر کردم که شاید وقت هم مراد کرده باشی که شش دقیقه تان پوره شد روزو اضافه نشد ولی اینجا دوباره اعاده و ابتدای تان خوبش نبود دیگر آیات شریف خوب خواندی یک کم واره به اصلاح به احتیاط می خواندی من متوجه بودم لیکن دا آینده کوشش بگو که تلاوت با مو جرأت و با
همو به اسلوب انگیزی بالا بخونی نسبت به موفق باشی. سوال تجویدم یک سوال خیلی ساده است به شما پرسان میکنیم که خود اظهار چی مانا اصطلاحا؟ اظهار به معنای بیان کردن. آفرین، معنای لغوی شد. دیروز هم استاد چند بار تکرار هم کرد، نه بسیار ساده دیگه، یعنی میره که پس در اصطلاح هم بری میشه دیگه تا حد اگه اجازه استاد باشه کمی نقرم میتیم برس بعد از نون ساکن تنوین همی اصطلاحی شما یک تعریف این شباس سعید تجوید خواندی؟ نه خواندی خیلی اما این نقل من نمره نداره باز فکرت باشه حافظ کل قرآن هم هستی نه؟ محمد آمد جان ماشاءالله از روزای قبلی کرده تلاوتت بسیار عالی بود در از قیل یا نوح احبط ایجک شروع کردی یک خروج لهجهی داشتی اینطور احساس می شد و دو انتهای ضعیف بود که در الیه و مجرمین که در آخر دیگه در کل تلاوت تعالی بود موفق باشیم یک دنیا سپاس از همه داوران گرامی و همچنان از اشتراک کنندگان محترم دوستان صفحه رسمی اسلام و قرآن در خدمت شما عزیزان قرار داره امیدوار هستم برنامه های اسلامی ما را همانجا دنبال کنین و میتونین که نظریات و پیشنهادات و انتقاداتتان را با ما شریک بسازین این بود برنامه امروزی که تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را به عزت ممنون میسپارم. خدا نگهدار.